سلام و درود به تمامی حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به رسانه نظامی ها خوش اومدید. نیروی هوای ایران و جنگنده ها و هلیکوپتر های ایران رسته ای هستش که عجایب و افتخارات باور نکردنی زیادی رو بعد از انقلاب در خودش تجربه کرده. توی برنامه های قبلی حاشیه نیوز در مورد خلبانان رکورددار ایران و افتخاراتی که ایران در آسمان منطقه نقش داده صحبت های زیادی کردیم، اما امروز میخواییم به افتخارات غرورآفرینی بپردازیم که دانشمندان نظامی ایران در آشیانه این جنگنده ها آفریدند. در سالهای اول انقلاب چون بحث تعمیر و اوورهال جنگنده ها به خارجی ها وابسته بود، خیلی با مشکل روبرو شد، ولی بعد از انقلاب دانشمندان ایران معجزه ای رو کسب کردند که جهان رو انگشت به دهن گذاشت و ایران رو به برهه‌ای از تاریخ خودش برد که خودکفایی و اقتدار محصولش بود. در ادامه این برنامه می‌خوایم شما رو با مرکز این دانشمندان ایران و تاریخچه خلق این افتخار آشنا بکنیم. پس هر چقدر که نیروی هوایی و نخبه‌هاش رو دوست دارید، این ویدیو رو لایک و شیر بکنید تا همه از این همه افتخار باخبر بشن و توی کامنت‌ها برای این بزرگ مردان ایران عشق و محبت بفرستید و تا میتونید این ویدیو رو لایک بکنید و اگه تا حالا با نظامی‌ها همراه نشدید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. شرکت صنایع هواپیمایی ایران توسط نورثروپ گرومن توی سال 1349 توی فرودگاه مهرآباد تأسیس شد. اوایل امری که این مرکز تأسیس شده بود، توش تمامی هواپیماهای نظامی که در خدمت نیروی هوایی ایران بودند، مثل هواپیماهای ترابری متوسط 330 و اچ هرکولس نیروی شاهنشاهی و جنگنده‌های F5 و F4 بودند و کم کم رفت و پیشرفت کرد و به مرحله‌ای رسید که دیگه میتونست خیلی از هواپیماهای نظامی ایران رو تعمیر بکنه. توی سال‌های 55 و 57 ایران 79 فروند جنگنده رهگیر F-14 خرید که این خریدش رو از شرکت نورثروپ گرومن زده بود و به خاطر اینکه این جنگنده ها قرار بود سال 59 به دست ایران برسه، متخصصان شرکت گرومن توی همین شرکت سه ها شروع کردن خلبانان ایرانی رو با روش کار این جنگنده آموزش دادن. این شرکت به قدر توان بالایی داشت که میشد توش تعمیر اساسی بیش از 20 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن F-4 فانتوم 2 رو همزمان و همچنین 8 فروند هواپیمای ترابری 300 A و H رو به طور همزمان در اون انجام داد. تعمیر اساسی جنگنده های فانتوم به طور میانگین 6 ماه وقت می برد، در حالی که هواپیماهای 330 ایران در 10 ماه تعمیر می شدن. از سال 60 خورشیدی شرکت سه‌ها بعد از یک سال شروع کرد تامکت‌های ایران که در جنگ ایران و عراق درگیر بودند را تعمیر کردند. تا قبل از انقلاب این مرکز چون به صورت وابسته 100% به خارجی ها طراحی شده بود، نتونست خیلی خوب عمل بکنه، ولی کم کم دانشمندان ایرانی شروع کردن به عرصه عمل اومدن و پیشرفت ها در عرصه تعمیر جنگنده ها و هواپیماهای نظامی ایران شروع شد. در این راستا شرکت هواپیماسازی ایران تا قبل از انقلاب به صورت کاملا وابسته میخواست یه مرکز هواپیماسازی رو با کمک اسرائیل در ایران ایجاد بکنه و اسمشو بذارن فجر آشیان، که با بروز انقلاب پای اسرائیل از کشورمون کوتاه شد و به جای وابستگی کامل دانش این کار توسط دانشمندان کشورمون 23 سال بعد از انقلاب به کشورمون اومد و این مرکز کار خودش رو با اسم فجر آشیان یا فارسکو شروع به کار کرد و تا به امروز مشغول کار روی هواپیماهای ایران هستش. اما توی این 23 سال شرکت سه‌ها قابلیت انجام تعمیرات اساسی هواپیماهای سوخت رسان بوئینگ 707 و ترابری سنگین بوئینگ 747 نیروی هوای ارتش رو در دهه 70 شمسی به دست آورد. هواپیماهایی که در طول جنگ ایران و عراق به پاکستان و هلند واسه تعمیر اساسی اعزام می شدن، حالا دیگه به طور بومی توی خاک ایران تحت تعمیرات اساسی قرار می گرفتن. اگرچه که بعد از احداث فجراشیان بوئینگ های 747 ایران در این مرکز تعمیر می شدن، اما همچنان سه‌ها به انجام تعمیرات اساسی هواپیماهای بوئینگ 747 نیروی هوای ارتش در نوع سوخت رسان و شناسایی رادیویی الکترونیکی مشغوله. توی سال 86 وقتی که عمر تقویمی بدنی 26 فروند جنگنده رهگیر میگ 29 و 31 فروند از بمب افکن‌های ضربتی سوخو 24 MK نیروی هوای ارتش داشت به آخرای خودش میرسید، سازمان صنایع هوایی ایران که شرکت سه‌ها از زیر مجموعه های اون بود با شرکت روس آباران اکسپورت وارد مذاکره شد تا ببینن که میشه دانش تعمیر این جنگنده ها رو هم از روسیه به ایران بیارن و این جنگنده ها رو سر پا نگه دارن یا نه، که بعد از اون ایران موفق شد 50 موتور توربوفن آردی 33 رو واسه سوار کردن روی میگ 29 های نیروی هوایی ایران بخرن. این موتورها تحویل شد، اما به دلیل وضع تحریم های
تحقیقاتی سنگین علیه کشورمون، شرکت روس آبارون اکسپورت از انجام تعمیرات اساسی و ارتقای جنگنده‌ها و بمب افکن‌های روسی در ایران خودداری کرد. به خاطر همین هم نیروی هوای ارتش توی سال 87 قرارداد با شرکت سه‌ها منعقد کرد که این شرکت به طور بومی انجام تعمیرات اساسی این طور هواپیماها رو به عهده بگیره و همچنین گردان 71 تعمیر نگهداری در پایگاه 7 شکاری تاکتیکی که از سال 79 به صورت تجربی انجام تعمیر اساسی سوخو 24 MK رو در ایران آغاز کرده بود، با جدیت بیشتری انجام تعمیر اساسی این طور بمب افکن‌ها رو دنبال کرد و در این راستا از کتاب‌های فنی استفاده کرد که در 3 دهه توسط متخصصان نیروی هوای ارتش از زبان روسی به انگلیسی ترجمه شده بود. گردان‌های 11 و 21 تعمیر و نگهداری در پایگاه‌های 1 و 2 شکاری تاکتیکی هم ظرفیت تعمیر و نگهداری جنگنده‌های میگ 29 خودشون رو افزایش دادن. 4 سال بعد از تحویل اولین سوخو 24 MK به شرکت سه‌ها با شماره 36805 تعمیر اساسی اون در سال 91 به پایان رسید و در اسفند اون سال تحویل نیروی هوای ارتش شد. تعمیر اساسی اولین میگ 29 هم به شماره 36118 در سال 92 به پایان رسید. عدم تحویل لوازم یدکی این هواپیماها از طرف روسیه و کمبود متخصص فنی باعث کندی روند تعمیر اساسی اونها در سه‌ها شد. تا جایی که تا به امروز فقط 2 فروند میگ 29 دیگه، شامل 1 فروند آموزشی رزمی و 3 فروند سوخوی 24 MK دیگه در این مرکز تحت تعمیر اساسی قرار گرفتن. تعمیر اساسی میراژ ها در سه‌ها. توی سال 86 نیروی هوای ارتش تصمیم به برگردوندن جنگنده‌های چند منظوره میراژ F1 Q و نمونه‌های آموزشی اون، یعنی F1 BQ، بعد از 6 سال زمینگیری در پایگاه 14 شکاری شهید در مشهد گرفت. در این راستا مرکز تعمیر و نگهداری این پایگاه به طور بومی اوورهال این جنگنده ها را از دی ماه اون سال شروع کرد. در سال 1387 نیروی هوای ارتش قراردادی با شرکت سه‌ها منعقد کرد و پیروی اون 1 فروند میراژ F1 EQ و 1 فروند FBQ زمینگیر از پایگاه 3 شکاری تاکتیکی در همدان با تریلی در تاریخ 5 آذر اون سال منتقل شد و مطالعات برای تعمیر اساسی اونها در این مرکز شروع شد. در کنار تعمیر اساسی، شرکت توسعه فناوران هواپایی متعلق به سوها و همچنین صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح وظیفه ارتقا و تسلیح این جنگنده ها رو به عهده گرفت. اولین میراژ F1 تکابین به شماره 36205 و به خلبانی سرهنگ همایون حیدری در دهه 90 بعد از تعمیر اساسی اولین پرواز خودش رو به انجام رسوند. بعد از اون هم اولین نمونه 2 کابین به شماره 36403 در بهمن ماه 1391 بعد از اوورهال پرواز کرد و در اردیبهشت ماه اون سال ترخیص و تحویل نیروی هوای ارتش شد. نیروی هوای ارتش برنامه ارتقا و تسلیح جنگنده های میراژ F1 سابقا عراقی خودش رو توسط سه‌ها نپذیرفت، اما انجام تعمیرات اساسی 1 فروند از اونها در هر 2 سال تا به امروز ادامه داره. نایابی قطعات این گونه جنگنده ها در بازار سیاه باعث شده که شرکت سه‌ها از 2 فروند میراژ F1 زمینگیر به عنوان منبع قطعه استفاده بکنه و در مواردی نادر قطعات مشابه رو برای ساخت به شرکت های خصوصی یا مرکز اوج نیروی هوای ارتش سفارش بده. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.